این خودت رو تشبه به کفار کردید. یا روایات چه بخونید که تشبه به کفار چه مطالبی در این روایات مانده؟ در همین مطالبی چیه؟ میخوایید روایات چه بخونید؟ این لباس لباس کفار نیست. کت شلوار که در خود ایران رئیس جمهور سابق شما کت شلوار می پوشت، احمدی نژاد نبود؟ ها؟ وزرای شما، وزیر خارجه، وزیر فلان، همشون کت شلوار می پوشن. فقط ماند کراوات. این کراوات فقط در ایران، اونم بیشتر در حوزه علمیه فکر میکنه این لباس کفاره، در حالی که این چنین نیست. این از نادانی شما جماعته، این از بیخبری شما. این یک چیز معمولیه در دنیا کراوات. کت شلوار که در خود ایران هم رایجه. شما برو در افغانستان، برو وزرا همگیشان در تلویزیون بچهای مسلمان میان سخنرانی میکنن، حرف میزنن، خبر میگن، استاد دانشگاه کراوات. در عراق برو، نخست وزیرش شیعه هست، مرجع هم تعیین کرده برو کراوات. وزیر کشور، وزیر خارجه، فلان فلان هم. بله چی خدمت شما عرض کنم که فرماندار کربلا، فرماندار نجف اشرف، استاندار کربلا، همگیش کراوات دارن. اونا مسیحی شدن، اونا لباس یهود. ما برو از اونجا، برو مثلا برو سوریه، اونجا مسلمان ها زیاد کراوات می پوشن. برو ترکیه، اونا کافر نیستن، اونا مسلمان. این یک لباس معمولیه و ربطی به هیچ مذهبی ندارد. فکر میکنید این لباس مثلا کت شلواره که حرفی که ندارید، کت شلواره فقط میگید که کراوات. این لباس مخصوص کفار، یک چیزی که مخصوص کفار باشد. مثلا من اینجا صلیب بپوشم، مثلا صلیب، یا مثلا اون کلاهی که مسیح مال یهودی ها هست، الان یارموک بهش میگن، دسر میگن، اون بله اون لباس مخصوص کفاره. اما این لباس هایی که مشترک هست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آمدن لباس مخصوص آوردن، نه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون لباسی که مربقی عرب مشکین میپوشدن، اینا ایشان میپوشدن چیز نه. اون صادق علیه السلام همون لباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ترک کرد. ملاحظه بفرمایید، لباس پیغمبر را ترک کرد امام صادق علیه السلام، لباس عصر خود را پوشید. مردم خوشک مقدسه اعتراض کردن بر امام صادق علیه السلام، که شما لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک کرد. امام صادق علیه السلام گفتن همین کار بهتره. اون لباس یک زمانی بود که در اون زمان اون لباس عیب نبود، در این زمان این لباس عیبه، لباس پیغمبر صلی الله علیه و آله، من ترکش میکنم. وقتی که امام صادق علیه السلام لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک کرد برای لباس زمان خودش، منم پیرو امام صادق علیه السلام. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه جزء خامس، چاپ مؤسسه آل البيت علیهم السلام، اینجا ببینید. قال صفحه 8، اینجا حدیث اول، امام صادق علیه السلام به عبید بن زیاد یکی از شیعانش فرمود اظهار النعمه احب الیه الی الله من صیانتها. اظهار نعمت، آدم نعمتش را ظاهر کند، زینت بکند، لباس خوب بپوشد، این بهتر از این نزد خدا، از این که آدم او را پنهان بکند نعمت خدا را، زینت نمودن. فإياك ان ترین الا في احسن زی قومك، فإياك ان ترین، بر حذر باش که هیچ وقت دیده نشوی، هیچ وقت تو را مردم نبینن مگر در بهترین لباس قومت، در بهترین لباس اون مردمی که هستی، اون قبیله، اون شهری که هستی. نگو که من لباس امام صادق علیه السلام، نه، لباس همون جا که هستی، بهترین لباس اونجا را میشه بپوش. فما رؤی عبید الا فی احسن زی قومه حتی مات. امام صادق علیه السلام صحابیشان، این عبید تا زمانی که مرد در بهترین لباس همون منطقه مردمشان، مثلا قبطی بودن یا عرب بودن یا هرچ، همون لباس همون شهر را، بهترین لباسش را، بهترین رنگش را انتخاب میکرد میپوشید به خاطر امر امام صادق علیه السلام. یک حدیث دیگر برای شما نشان بدم دوستان عزیز، کتاب شریف اصول کافی جزء اول چاپ دارالکتب الاسلامیه صفحه 410، سیرت الامام علیه السلام فی نفسی و فی المطعم و الملبس، سیره امام علیه السلام در لباس هایش. خیلی خوب، در اینجا ملاحظه بفرمایید این حدیث را، حدیث چهارم صفحه 411 در همین با. حماد بن عثمان گفت که من خدمت حضرت قرآن ناطق بحر حقایق امام مغارب و مشارق امام صادق علیه السلام بودم، یک خشک مقدسی اونجا بود، اصلحك الله ذکرت ان علی بن ابی طالب علیه السلام کان یلبس الخشن یلبس القمیص باربعه دراهم و ما اشبه ذلك. عرض کرد که جانم فدای شما، شما خیلی خودتان میدانید دیگر، خود شما عالم هستید، امام هستید، امام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام لباسش این چنین بود، بسیار زاهدانه بود،
لباس معمولی میپشید میخرید و میپوشید و بله. اما شما را میبینیم و نرا علیک لباس الجدید، و شما را میبینیم که لباس جدید پوشید. این لباس چیه؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لا ينکر علی. امیر المؤمنین علیه السلام اون زمان اون لباس را میپوشید، اون لباس در اون زمان چیز عجیبی نبود، چیز بد زشتی نبود. اون زمان اون لباس را که میپوشید در اون زمان خودش، اون زمان لباس برایش خوب بود، برایش مناسب بود در اون زمان. اما ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به. اما همون امیر المؤمنین علیه السلام اگر امروز بود همون لباس اون زمان خود را میپوشید، یعنی لباس زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، یک لونگ و یک مثلا شال سر شانه ها میپوشید، یا مثلا اون زمانی که کوفه رفته بودن قمیص میپوشیدن، چون در مدینه اون قمیص زیاد نبود، در مدینه خصوصا در صدر اسلام زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بیشتر شال بود و لونگ. براتون قبلا خواندم دیگه، اون زمان اگر الان بپوشه خب اون لباس شهرت اون، مردم میگه عجیبه ببینین لباس فلانی مثلا لونگ پوشیده، پیرهن اینجوری پوشیده. پس حضرت معلومه که امام صادق علیه السلام لباس امیرالمؤمنین علیه السلام را ترک کرده، ولی زاین مردم این خوشک مقدس برایشان ایراد میگیرد. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن فخیر لباس کل زمان لباس اهل، بهترین لباس، بهترین لباس هر زمان لباس اهل آن زمان. شما شیعه هستید نیستید؟ شما شیعه هستید؟ حوزه بیا. بهترین لباس در کجا؟ اهل بیت علیهم السلام فرموده که مثلا سادات عمامه سیاه بپوشن، غیر سادات عمامه سفید بپوشن. کجا این زیی که شما درست کردی؟ این پیرهن هست، زیر روی پیرهن لباده هست یا قبا هست روی اون عبا، این در کجا لباس پیغمبر؟ این لباس بنی عباسه. اما وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، ثیاب امیرالمؤمنین علیه السلام، پیرهن امیرالمؤمنین علیه السلام را ایشان دوباره میپوشن. اما امام صادق علیه السلام نمیپوشید پیرهن امیرالمؤمنین و لباس امیرالمؤمنین علیه السلام. خیلی خوب، این عزیز